با سلام های گرم و صمیمانه خدمت شما بینندگان برنامه خط رفاه امیدوارم که حالتون خوب باشه و آماده دیدن برنامه خودتون باشید. من حسن صالحی هستم، به اتفاق نگار نادری در خدمتتون هستیم. روز 20 آبان ماه در بیش از 70 شهر کشور معلمان دست به اعتراضات سراسری زدند تا خواستای خودشون رو پیگیری کنند. با این اعتراض وسیع و گسترده رکوردی رو شکندن و دامنه اعتصاب خیلی وسیع و گسترده بود. موضوع برنامه این هفته ما در خط رفاه همین مسئله هستش، اعتراضات معلمان و چشمانداز پیشروی این اعتراضات. مهمان برنامه ما اصغر کریمی است. اصغر کریمی، خیلی خوش آمدید. خیلی ممنون، متشکرم از وقتی که در اختیار من میذارید. متشکرم اصغر کریمی. احساس شما چی بود در مورد این اعتراضات 20 آبان؟ ارزیابیتون چیه؟ یعنی این واقعا بیش از 70 شهر اعتراضات برگزار شد و حتی در مقایسه با اعتراضات پیش از اینش بسیار وسیع و گسترده تر بود. شما ارزیابیتون چیه؟ خب خود همین مقایسه در عرض یک ماه دو تا اعتصاب تجمعات سراسری که داشتن نشون میده که چجوری در حال پیشروی هستن. بسیار شعف‌انگیز بود اون تلاش وسیعی که داشتن میکردن. اینجور نبود که فقط شورای کانونای سنفی فراخوان داده و معلم‌ها دارن شرکت، شهر به شهر معلم‌ها داشتن اعلام آمادگی می‌کردن، بیانیه می‌دادن، سخنرانی‌هاشون داشتن آماده می‌کردن، خیلی خوب شرکت کردن، شعارهای خیلی خوبی دادن، خواسته خوبی مطرح کردن، بیانیه‌های خیلی قوی منتشر کردن و از هر نظر به نظر من نشون دهنده در واقع سیر پیشروی، سیر آمادگی بیشتر حتی از سالهای پیش. خوب معلم‌ها بارها در اعتصاب سراسری زدن، تجمعات سراسری زدن، ولی این بار به نظر من گسترده تر و بسیار سازمان یافته تر بود و عزم و اراده خیلی محکمتری رو برای آینده فعالیتشون، اعتراضاتشون نشون میدن. در مورد خواستا و مطالبات و چشمانداز آتی بعداً بیشتر صحبت میکنم، جنبه های دیگه از این مبارزه، ولی یک مسئله که هست و ما شاهد بروزاتی هم در جریان این اعتراضاتش بودیم، مسئله اینه که عده‌ای یا بخشی یا گرایشی هست که میگه اعتراضات معلمان صنفیه. حالا من نمیدونم چقدر این نفوذ داره یا نداره و نباید جنبه سیاسی بهش داد و اینها، که این به هر حال یه بروزی هم پیدا کرد، به طوری که در حالی که در یک جای دقیق نمیدونم کدام شهر بود که معلمی داشت سخنرانی میکرد و یکی اومد سعی کرد سخنرانیش قطع بکنه، بگه اعتراض ما صنفی و سیاسی نیست، که با یک پس کردنی جانانه روبرو شد. من میخوام بگم نظر شما در مورد این مسئله صنفی و یا سیاسی بودن چیه؟ فکر میکنم یاسوج بود و یکی از صحنه‌های بسیار زیبا و دیدنی بود. صرفا این نبود که پس کردنی زد، نشون میداد که معلم ها چه خشمی دارن علیه اونایی که میان میگن به حکومت کاری نداشته باشین، سیاسیش نکنین، یعنی اعتراض به حکومت نکنیم، گویا تقصیر خود معلم هاست. این گرایش قبلا خب قوی بود، مخصوصا اصلاح طلب ها اونا اساسا، یعنی معلم ها که از روز اول که حکومت سر کار اومده لااقل نسل قدیم ترشون میدونستن که هرچی بدبختی زیر سر این حکومته و به یه معنا سیاسی، همه مردم میدونن، ولی این گرایش و اصلاح طلب ها دامن میزدن، ولی بسیار بسیار ضعیف شده و خود این پس کردنی نشون دهنده اینه که فوق العاده ضعیف شده. اگه قوی بود شاید اون معلمی که داشت بیانیه میخوند و اون معلم دیگه که خیلی بی احترامی کرد اومد جلوش وایساد و انگار دستور که سیاسیش نکنین، اصلا مکسی نکرد اون معلمی که داشت بیانیه میخوند، بلافاصله پس کردنی رو زد و اون معلم رو انداخت از اون سکو پایین. و خود این نشون دهنده یه توازن قوای جدید، نشون دهنده اینه که اون گرایش دیگه به جایی نمیرسه.
شاید 10 سال پیش اگه معلم های دیگه هم بودن تحت تاثیر اصلاح طلب ها فکر میکردن اگه بگن سیاسیش نمی کنیم زودتر به خواستاشون رسیدگی میشه، ولی امروز همه معلم ها میدونن که اگه بخوان به خواستاشون رسیدگی کنن باید سنبشون پرزورتر باشه علیه حکومت، باید نیروی بیشتری بسیج کنن، باید کانون های سنفی بیشتر متشکل بشن، باید قوی تر بیان بیرون، باید شهرهای بیشتری بیان بیرون، باید مردم بیشتری رو همراه کنن و محکم نقد در واقع بکشن به خود حکومت که نه اینکه اغلب مشکلات به خاطر حکومت، تمام مشکل به خاطر حکومت، حقوق کمشون، استخدام نشدنشون، دستگیر کردن معلما و همه تضییقات و همه تبعیضا و همه چیزای ناروایی که به معلما وارد میشه، خب حکومت و سیستم قضاییش و مجلسش و دولتش و همه سرتاپای حکومت در نتیجه گرایش به شدت الان ضعیف شده و جایی نداره و به نظر من این پسگردنی به اون در واقع پسگردنی بود به اصلاح طلب باقی مانده در واقع اصلاح طلب گرایش اصلاح طلبی که تو میان معلمان میخواستن خرابکاری بکنن، پسگردنی در واقع اون گرایش رادیکال بود علیه اون گرایش سازشکار یا بالاخره که هنوزم تک و توک ممکنه تو شوری صنفی معلمان باشه ولی دیگه جایگاهی نداره و معلمان اجازه نمیدن یه همچین گرایشی اصلا یک ذره جا پیدا کنه تو. در صورت این پسگردنی خیلی مورد توجه هم قرار گرفت در شبکه های اجتماعی، خیلی تشویق کردن چون که فکر میکنم فضای عمومی همه جا همین هستش که به اینایی که تحت عناوین مختلفی سعی میکنن جمهوری اسلامی از هدف مبارزه مردم خارج بکنن، مردم رو مورد هدف قرار ندن، این رویه رو شناختن و بیزارن و میدونن که مسبب اصلی بدبختیشون کیه. من در واقع ببخشید اینا در واقع اینا رو خواهی نخواهی مردم معلم ها و مردم عوامل حکومت میدونن یا عوامل به نفع حکومت میخواد یک کاری بکنه و اعتراض معلم ها رو میخواد ضعیف بکنه. در نتیجه همه جا به نظر من مردم امروز آمادن هر جا جمع باشند زورشون برسه عامل رژیم ها رو، چه عامل به اصطلاح مزدور نهی از منکر و امر به معروف باشه، چه اون کس که مأمور شهرد قلدره شهرداری باشن، چه هر کی دیگه باشه که خیابون میخواد زنا رو اذیت بکنه، مردم هر جا بتونن حساب مزدورا رو میرسن و این معلمون به حساب بالاخر عوامل حکومتی معلم ها گذاشتن. بله اسخای کریمی، حالا اشاره کردین شما به خواستا و مطالبات اینا، به این بیشتر بر میگردیم، ولی یک سوالی که من دارم، خب بالاخره شما گفتین سنبه وسلا پرزور این مبارزات و 70 شهر هم اومدن و الان هم چند سال هست که معلمان دارن مبارزه میکنن، ولی با همه به نظر میرسی که میزان موفقیتشون در تحقق خواستایی که دارن دنبال میکنن کم بوده. یعنی میخوام بگم که جمهوری اسلامی در پاسخ به خواستایی که معلمان داشتن چی گفته و آیا بخشای از اون رو متحقق کرده نکرده، چگونه است اوضاع از این نظر؟ ببینید دو تا مسئله است، یکی دستاوردهای سیاسی این اعتراضاته، چون مردم میدونن این اعتراضات در واقع متحد شدن، متشکل شدن، آماده شدن واسه سرنگونی جمهوری اسلامی. همه اعتراضات اعتصاب کارگرای هفت تپه و نفت و پرستار و معلم و دانشجو و جوان و زن همه واسه اینه و میدونن که تا این حکومت نره واقعا به خواستاشون نمیرسن و این اعتراضات در واقع زمین سازی واسه اونه، تمرینی واسه سر انقلاب، آماده شدن به اصطلاح عقب نشینی نکردن، عقب روندن روحیه عوامل رژیم، خورد کردن از هر نظر، از نظر سیاسی و مبارزاتی فوق العاده اینا با ارزشه و ارزش اصلیش شاید به معنا اینه، ولی ارزش سنفیش هم نباید دست کم حساب کرد. همین چندرقازی که به حقوق معلم اضافه میکنن یا گوشهایی از خواسته معلم‌ها رو که رسیدگی میکنن، اگر این اعتراضات نبود اونها متحقق نمیشد، اگر این اعتراضات نبود حقوق معلم‌ها الان 50% کمتر بود، همین چندرقازی که میگیرن کمتر بود و فشار بیشتر بود، اگر این اعتراضات نبود دستگیری بیشتر بود، تعداد معلمایی که تو زندان بودن و سر به نیست میشدن خیلی بیشتر بود. خود این اعتراضاتی که به درجاتی افسار زده به حکومت، ببینید کارگری هفت تپه الان چند سال دوره مبارزه میکنن، نه افزایش دستمزد اونچنانی داشتن، نه بالاخره تعدادی موفق شدن استخدام بکنن، وادار کنن به هر حال به کار بازگردونن و معلم کارگری اخراجی رو بعضا به کار برگردونن، ولی اینجوری نیست که تاثیر این مبارزات 5 ساله قهرمانانشون وضع اقتصادیشون رو زیر رو کرد، ولی بالاخره یه
مهار کردن وضع خرابتر شدن وضع مهار کردن. این برمیگرده به نظرم به یه مسئله کلی تر. جمهوری اسلامی کاملا تو بحرانه، نه قادر نه میخواد مشکلی حل بکنه، در نتیجه توی شرایط بسیار دشواری مردم دارن مبارزه میکنن. اینو باید در نظر گرفت، توی شرایطی که جامعه متعارفیه مثلا مثل اروپا کشوری غربی، معلم ها مردم اعتراض میکنن میگن 4% 4% مثلا افزایش دستمزد میخوایم، 6% افزایش دستمزد میخوایم، و نهایتا تو مذاکرات به توافق میرسن 6% میشه 4% میگیرن و دوباره میرن سر کارشون، و بالاخره همون یه بهبود نسبی تو شرایطشون ایجاد میکنه یا جلو تخریب وضعیتشون میگیره. تو ایران با شرایط بسیار بسیار وخیم و وحشتناکی مواجهیم که مردم کاملا به چند برابر زیر خط فقر رونده شدن، توی همچین شرایطی دارن میجنگن. اینه که اگه این فاکتور رو در نظر نگیریم اون وقت فکر میکنیم به اصطلاح دستاوردی که داشتن کمه، در حالی که این فاکتوری که در نظر میگیریم میفهمیم چقدر این اعتصابات و این اعتراضات واسه اینکه به حداقلی از دستمزد برسن یا فشار کمتری روشون بیاد یا اجحاف کمتری بشه چقدر مهم بود. برای صحبت بر سر اینه که مبارزاتی با این ابعاد، با این گستردگی، با این مشارکت فعال معلمان در 70 شهر باید بتونه و راه‌های بهتر و مناسبتری رو پیدا بکنیم که به نتایج بیشتر از این هم حتی برسه. به این برمیگردیم رو به آینده، ولی من میخواستم قبل از اون شما یه اشاره داشته باشین به خواستای معلمان. خواستای معلمان همونطور که الان صحبتم شد فقط صنفی نیست، یه خواستایی هم دارن که سراسریه و مربوط به آموزش رایگان و مطالبی از این دست هم هست. یه مروری داشته باشیم با هم برخواستای معلمان. ببینید، یه خواسته مستقیما صنفی که به خود معلمان مربوط میشه، مثلا استخدام کلیه معلمای حق تدریسی، نهضت سواد آموزی یا معلمای خرید خدمت و کلیه معلمایی که دارن کار میکنن و استخدام نیستن، یه خواست معلم ها اینه که همه اینا استخدام رسمی بشن. رتبه بندی مشاغل رو میخوان، پاداش خدمت بازنشسته ها رو میخوان، اجرای نظام رتبه بندی 80% حقوق هیئت علمی دانشگاه رو میخوان و همسانسازی حقوقا رو میخوان. اینا خواستایی که به هر حال همش به معنا استخدام هست، یعنی تامین امنیت شغلیه و افزایش دستمزد به معنا افزایش حقوق. به اضافه اینکه خواست عمومیشون اینه که هیچ معلمی کمتر از 12 میلیون نباید دستمزد باشه، همه دستمزد باید بالای 12 میلیون باشه، بازگشت تمام اون مثلا پولی که غارت شده از صندوق ذخیره بازنشستگان به صندوق ذخیره. اینا جز خواسته مستقیما اقتصادیشونه. در این حال دو چند خواست مهم میدارن، اینکه آموزش تحصیل باید رایگان بشه و میگن فورا همین امروز باید رایگان بشه، نه وعده و وعید. وعده و یکی از شعاراشون اتفاقا علیه وعده های توخالی بود و شعاراشون این بود که میمونیم تا به خواستامون رسیدگی کنن. یعنی اون عزمشون نشون میداد که آموزش باید رایگان باشه، تلفن همراه هوشمند به معلم و دانش آموز باید داده بشه، اینترنت مجانی باید به دانش آموز و معلم داده بشه. اینم یه خواسته مهمی بود که میلیون ها در واقع دانش آموز و خانواده فقیر و زحمت کش رو داشتن نمایندگی میکردن. یه خواست دیگه شون مهم دیگه شون در مقابل کرونا بود که گفتن تا پروتکل های بهداشت جهانی رو شما رعایت نمیکنین حق ندارین مدرسه ها رو باز بکنین، و از سلامت در واقع میلیون ها کودک دفاع کردن معلم ها. اینا خواسته بسیار بسیار مهمیه. شعاراشون علیه تبعیض بود، نه فقط علیه تبعیض علیه معلم ها، علیه بیعدالتی بود، علیه دستگیری ها بود، علیه وعده های توخالی بود. گفتن معیشت و منزلت حق مسلم ماست. خواهم میگم یه شعارهایی که داشتم که کل جامعه رو نمایندگی میکردن و یکی از نقاط قوت معلم ها و از جمله مثلا بازنشسته ها اینه که دارن خواسته عموم جامعه رو نمایندگی میکنن. خب تمام این خواستا مربوط میشه به دولت هم و یکی از خواستاشون آزادی فوری معلمای دستگیر شده بود. پوستر اسماعیل عبدی رو از جمله در دست داشتن، گفتن به دستگیری ها باید پایان بدین، به اذیت آزار و احضار ها باید پایان بدین، به تمام پرونده هایی که ساختین رو باید باطل کنین. یعنی هم مسائل قضایی رو مطرح کردن در مورد دستگیری ها، سدی در مقابل این ساختن، هم علیه کل بی‌عدالتی و بدبختی ها شعار دادن و تبعیض ها، و هم خواسته اقتصادی خودشون و هم خواسته اقتصادی و همه دانش آموزا و همینطور مسئله کرونا. میخوام بگم اینا خواسته متعددیه که به من و کل جامعه رو در بر میگیره و کل جامعه رو داشتن نمایندگی میکردن. خب یک جنبه مبارزه معلمان اینه که خصلت سراسری داره، یعنی اینکه
بر اهواز، شیراز، تهران، همه جا میان، یه هماهنگ شده است این برنامه و این خیلی جالب توجه است. یعنی حتی برای رشته های دیگه، مشاغل دیگه هم که همچی خصلتی دارن میتونه الگو باشه. از این منظر چقدر این الگویی که مبارزات معلمان به دست میده میتونه برای بخش های دیگه جامعه هم قابل استفاده باشه؟ ما از فکر میکنم از چند سال پیش شاهد این بودیم که اون بخشهایی از طبقه کارگر، معلم ها، بازنشسته ها، کارگران مخابرات، کارگران چیز راه و برق و آتش نشانی و کارگرای راه آهن و این بخش کارگرا سراسری هن. یعنی معلم ها تو همه شهرها حضور دارن، کارگران نمیدونم شهرداری تو همه جا حضور دارن، کارگران مخابرات همینطور، برق همینطور. اینا که سراسری هن شرایط بهتری دارن واسه اعتراض سراسری. و همین دهه سالهای گذشته شاهد اعتراضات سراسری بازنشسته ها بودیم، شاهد اعتراضات سراسری معلم ها بودیم، شاهد اعتراضات سراسری راننده های کامیون بودیم که هرچند پراکندن ولی سراسری هن، یا کارگران مخابرات و راه آهن و این بخشایی که تو سراسر کشور حضور دارن. اینا یه توازن قوا و شرایط بسیار مساعدتری دارن و به همین دلیل هم می‌بینیم که زودتر متشکل شدن و موقعی که میان به میدون یه طوفانی تو جامعه به پا می‌کنن. یک شهر و یک کارخونه و یک مرکز نیست که راحت‌تر هم بتونن مثلا سرکوب بشن و این به صراحت موقعیت عینیشون، موقعیت شرایط کارشون، این گستردگیشون این امکانو بهشون میده که قوی تر بیان تو میدون و طبعا هم دستاورد بیشتری داشته باشن و سد محکمتری رو در مقابل حکومت بسازن. و منتها معلم ها به نظر پتانسیل و به طور بالقوه امکانات بسیار بسیار بیشتری دارن. بیش از 1 میلیون معلم تو کشور داریم و بخش زیادیشون هنوز توی تشکلهای معلم ها متشکل نشدن. یکی از خواسته‌ای که اتفاقا تو شیراز معلم‌ها مطرح می‌کردن فراخوان بود که بیان بپیوندین به این کانون صنفی. و من فراخوانم از جانب در واقع معلم‌ها اینه که تو همه شهرها این کانون صنفی رو هر جا نیست باید ایجاد بشه و باید تلاش کرد که همه معلم‌ها بپیوندن به این کانون صنفی. وقت 100 بار معلم‌ها قدرت بیشتری پیدا می‌کنن، وقت میتونن همین امروز علارغم این شرایط بحرانی خواستاشون رو متحقق کنن، به قول خودشون 4 تا اختلاس رو کم بکنن، حقوق معلم رو زیاد کنن. پولی که از صندوق بازنشستگی غارت کردن تو دولت‌های مختلف و صرف مفتخرا شده برگردونن. تبلت و اینترنت دولت بخواد به مردم بده مجانی به دانش آموزا و معلما امکان پذیره. از پول 4 تا مسجد و امامزاده و آخوند و تروریست تو منطقه بزنن صرف رفاه معلما و این امکانات بکنن. میخوام بگم اینا امکان پذیره، منتها زور بیشتری میخواد و این زور از طریق متشکل شدن بیشتر تو سطح کشور عملی میشه. خب یک سوالی که اینجا پیش میاد اینه که خب معلم ها دست به اعتراض میزنن. حالا خب بگذاریم الان شرایط کرونایی بود و مدارس دایر نبوده اونطور که باید، شاید به دلیل محدودیت های کرونایی یا به هر حال مثل روال عادی رو نداشته اینطوری بگیم. ها بحث ما اینه که سوال اینه که آیا فکر میکنید که محصلین، حالا دانش آموزان، در قبال این اعتراضات وظیفه‌ای دارن که همراهی بکنن، همبستگی نشون بدن، یا اونها بر مثلا کار میتونن در حمایت از این اعتراضات انجام بدن؟ نکته خیلی خوبی رو مطرح کردین. اگه یادتون باشه 7-8 ماه پیش دانش آموزان تو مدارس مختلف دست به تجمعات سراسری زدن و یه نیروی جدید، تازه نفس و فوق العاده مهم، چون موقعی که دانش آموزا که نوجوانن یا بخیر، حالا من منظورم بچهای کوچیک، محصله کوچیک نیست، محصله لااقل سیکل دوم که 15-16 سال 17-18 سالشونه، نیروی وسیع هستن، صدها هزار نفر هستن، اونا هم سراسری هن به یه معنا. و موقعی که اونا میان تو میدون خانواده هاشون هم کنارشون قرار دارن، میخوان یه جوری نگران بچه هاشون هستن که چون بعض جامعه حمله کردن به همین کودکان یا نوجوانات جمهوری اسلامی حمله کرد و این نیروی خیلی بیشتری رو به میدون میاره. و اتفاقا معلمان نقشه به نظر من خیلی تعیین کننده دارن که تو این نیرو رو
آموزش بدن، آگاه بکنن که دارن هم این کار میکنن. تمام معلمای اکثر معلما نه مذهبی هن، نه اعتقادی به این حکومت دارن، نه اعتقادی به این نابرابری ها دارن و میفهمن و دانش آموزا رو یه جور دیگه بار میان، نه بر اساس اون کتابای مذهبی و کتابای خرافی و غیر علمی. معلما تلاش خودشون دارن، یه بچه کارشون همینه، یه بچه مبارزشون اینه که دارن با اون ایدئولوژی خرافات و هر درجه‌ای که به هر حال میتونن و مانع دستگیر نمیشن و بخیر یه حدی داره این کاری دارن این کارو میکنن و جمهوری اسلامی میدونه و جلوش نمیتونه بگیره. من میخوام بگم یه پیوند دانش آموزا، معلما و خانواده هاشون که نیروی اون وقت سراسر جامعه میشه 20 میلیون در واقع، چون با توجه به تعداد دانش آموزا بخش اعظم جامعه در واقع معلمن یا خانواده دانش آموزن یا دانش آموزن. این نیرو معلم‌ها از این پتانسیل باید استفاده کنن. امروز جامعه آمادگی داره، دانش آموزای آمادگی دارن، خانواده‌های آمادگی دارن که توی این مبارزه شرکت کنن. به ویژه می‌بینن که معلم‌ها خواسته همه خانواده‌ها و دانش آموزا رو دارن مطرح می‌کنن. این همبستگی تو بین مردم خیلی وسیع شکل گرفته و در نتیجه من فکر می‌کنم معلم‌ها نیروی بیشتری باید بذارن واسه، چون متشکل‌ترن معلم‌ها، خانواده‌ها پراکنده‌ترن، نیروی بیشتری معلم‌ها به نظر من باید صرف رابطه با خانواده‌ها متشکل کردن تو محلات. تو محلات میشه از تومار مثلا شروع کرد که خانواده ها شروع میکنن متشکل شدن. یه راهی واسه این که خانواده ها شهر به شهر، محله به محله شروع کنن یه شکلی از بروز اجتماعی. منظور شما وقتی که از خانواده ها صحبت میکنی، معذرت میخوام، منظورتون خانواده علل عموم خانواده های خود معلمینه یا خانواده های محصلینه؟ خانواده های الان منظورم خانواده های دانش آموزا و خانواده های معلمان هم که به نظر من خیلی حیاتیه، که امروز یه سنتیه که خانواده های کارگری بخشی که اعتصاب میکنن توی تجمعات شرکت کنن. به نظر من اولین نیرو که کنار معلم ها باید قرار بگیرن و معلم ها باید تلاش بکنن، تمام اعضای خانواده شون رو قاعدتا باید تشویق بکنن و اعضای خانواده هم این آمادگی دارن که تو تجمعات شرکت کنن. منتها من در رابطه با خانواده های دانش آموزا میگم که 15 میلیون مثلا خانواده که یه جمعیت 50 میلیونی تشکیل میدن، خیلیشون آمادگی دارن که همراهی کنن با معلم ها. باید منتها پراکندن به عنوان مثال از یه توماری در محلات شروع کنن و سه تا خواست مطرح کنن و بگن ما میخوام نظارت کنیم بریم تو مدرسه، از نظر ایمنی، از نظر نمیدونم همه مسائل بهداشتی مدرسه ها رو، حالا دوره کروناست ولی بالاخره شروع میشه یه زمانی مدرسه، و یا دست به دست معلم ها بدن خواستاشونو بگن، بگن تبلت مجانی، تلفن مجانی، اینترنت مجانی بچه‌مون میخوان، یا از معلم ها حمایت بکنن. این نیروی بسیار بسیار وسیعه و باید یه جور شروع کرد که یه جور شک ابراز وجود متحد و متشکلی عملی بشه، و فکر میکنم اینو فعالین سیاسی، معلم ها که متشکلن، میتونن کمک کنن که دانش آموزا و خانواده هاشون رو خیلی وسیع تر به میدون بیارن و هم وقت خیلی سریع تر میتونن به خواسته هم دانش آموزا و معلم ها برسن. حالا شما فکر میکنید دستقری کریمی این اعتراضات به هر حال ادامه پیدا خواهد کرد و در دور بعدی ها این اعتراضات در اشکال جدیدی هم شاید شکل بگیر، و امیدواریم که این نکاتی هم که شما گفتید مورد توجه معلمان قرار بگیره و خانواده ها و مردم حمایت و همبستگی بیشتری بکنند. ولی کل این اعتراضات در فضای امروز ایران جایگاهش چیه و اینا پیش درآمد چی هستن؟ به نظر من جامعه داره خودشو میسازه واسه انقلاب. معلمان الان کشاورزا اینجوری اومدن، فقط تو اصفهان اینجوری نیست که سری کشاورزان فقط خواسته خودشون دارن، یه جوری مردم اعلام همبستگی دارن میکنن، بهشون میپیوندن، محملی شدن واسه متحد شدن مردم، مردم بیان تو میدون. همه مردم، کارگر نفت، کارگر هفت تپه، کارگر مراکز دیگه که هر روز چندین مرکز کارگری در اعتصاب هستن، زنایی که اعتراض دارن، خانواده‌های دادخواهی که اینجور شجاعانه دارن میان میدون و حرف میزنن و علیه سران جمهوری اسلامی شعار میدن و خواستشون رو، خواست دادخواهی خودشون و محاکمه سران رژیم رو امروز جامعه داره مطرح میکنه، با بی سابقه است اینا، و اینا نشون میده که جامعه داره این زمینه های دسترا یک انقلاب بسیار انسانی، بسیار گسترده و توده‌ای و بسیار سازمان یافته و بسیار آگاه و رادیکال و عمیق و انسانی داره شکل میگیره. اعتصاب معلم ها رو به این معنا، نکته خیلی خوبی، سوال خوبی رو مطرح کرده، اینه که باید در این چارچوب فضای اعتراضی نگاه کرد و این اعتراضات اون کارگر
به نظر کاملا اعلام همبستگی میکنه، احساس میکنه معلم از خودش هم خواستاش حمایت میکنه، معلم از خواست کارگر حمایت میکنه، نویسنده بیانی میده، کانون نویسندگان از خواست همه حمایت میکنه، خانواده دادخواه علیه کل این رژیم داره به میدون میاد. خب این شرایطیه که به معلم‌ها امکان بیشتری میده، به خانواده‌ها امکان بیشتری میده، به دانش آموزها امکان بیشتری میده که زودتر متشکل بشن. راهش متحد شدن، متشکل شدن، راهش ایجاد کانونهای صنفی در سراسر شهر است، راهش پیوستن همه معلم‌ها به کانونهای صنفیشونه. و این وجه به نظر من کسی مثل اسماعیل عبدی خیلی تلاش کرد واسه ایجاد کانونهای صنفی تو شهرهای مختلف، و به نظر من الان هزاران معلم باید اون پرچم رو در دست بگیرن، تلاش بکنن 4 تا همکار خودشون هر کدومشون تشویق بکنن اونایی که نپیوستن به کانون صنفی، به کانون صنفی بپیوندن که اتصاعات معلم ها گسترده میشه، گسترده تر میشه، تجمعاتشون به نظر من وسیع تر میشه، راهی جز این ندارن و هیچ تردیدی در این نیست که در آینده نزدیک بیشتر و بیشتر میشه. و الان باید دست به کار بشن که دفعه دیگه به جای 70 شهر 100 شهر، 150 شهر، و به جای مثلا 10,000 نفر 100,000 نفر تو تجمعاتشون شرکت بکنن. از خاله کریمی خیلی خیلی ممنونیم که در این برنامه شرکت کردید. خیلی متشکرم از شما و همکارانتون. مرسی دوستان عزیز، فراموش نکنید که با ما در تماس باشین. شما تلفن تماس مستقیم با من روی صفحه تلویزیون دیده میشه. نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو با ما در میان بگذارید. تا برنامه دیگه براتون اوقات خوبی رو آرزو میکنم.